به نام خدا، با سلام. بنده دوستی هستم. در این ویدیو آموزشی با معرفی عددهای صحیح که بخش اول از فصل اول کتاب ریاضی هشتم هست در خدمتتون هستم. در این ویدیو قصد داریم تا نکاتی رو در مورد عددهای صحیح خدمتتون ارائه بدیم. در انتهای این ویدیو به حل تمرین می‌پردازیم. تمرین‌ها از ساده به سخت هستند و در انتهای هر فصل هم یک سری نمونه سوالات رو به همراه پاسخ در اختیارتون قرار میدیم. خب در مورد عددهای صحیح ابتدا به معرفی عددهای طبیعی می‌پردازیم. ببینید، به عددهای 1 2 3 4 تا الی آخر می‌گیم عددهای طبیعی. دقت بکنید که 0 یک عدد طبیعی نیستش. همچنین بزرگترین عدد طبیعی وجود نداره، اما کوچکترین عدد طبیعی عدد 1 هستش. عددهای بعدی عددهای حسابی هستن. تفاوتی که عددهای حسابی با عددهای طبیعی دارن اینه که اینها شامل 0 هم میشن. یعنی 0، 1، 2، 3 تا الی آخر جزء اعداد حسابی هستن. اولین نکته ای که میتونیم ببینیم اینه که کوچکترین عدد حسابی عدد 0ه. نکته بعدی بزرگترین عدد حسابیه که در اینجا هم مثل عددهای طبیعی ما بزرگترین عدد حسابی رو نداریم. نکته سوم، اگه دقت کنید عددهای طبیعی تفاوتشون با عددهای حسابی فقط توی عدد 0ه. خب میتونیم این نتیجه رو بگیریم که هر عدد طبیعی یه عدد حسابی به حساب میاد، اما عکسش درست نیست. یعنی هر عدد حسابی عدد طبیعی محسوب نمیشه، مثل 0 که عدد حسابی هست اما طبیعی نیست. مورد بعدی عددهای صحیح هست. عددهای صحیح شامل عددهای منفی، 0 و عددهای مثبت میشن. کوچکترین عدد صحیح مشخص نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما هرچی به سمت عدد منفی میریم این عددها کوچکتر میشن. یعنی مثلا عدد منفی 100 از عدد منفی 1 کوچکتره، برعکس عددهای مثبت. بزرگترین عدد صحیح هم مشخص نیست، چون ما از سمت مثبت ها هم آخرین عدد رو نمیدونیم، پس بزرگترین عدد هم مشخص نیست. نکته سوم اینه که عددهای صحیح هم عددهای طبیعی و هم عددهای حسابی رو شامل میشه. پس میتونیم این رو بگیم که هر عدد حسابی عدد صحیح هم هست، اما عکسی صحیح نیست. مثلا منفی 2 یه عدد صحیحه اما حسابی نیست. و اینکه هر عدد طبیعی صحیح هم هست، اما هر عدد صحیح طبیعی نیست. به عنوان مثال عدد 0 یه عدد صحیحه اما عدد طبیعی نیست. برای جمع و تفریق عددهای صحیح چه کار میکنیم؟ خب اگر بخوایم دو عدد صحیح رو با هم جمع بکنیم، اگر عددها هم علامت باشن، یعنی هر دوشون مثبت باشن یا هر دوشون منفی، بیایم عددها رو با هم جمع میکنیم و یکی از علامتها رو برای حاصل جمع قرار میدیم. اگر علامتها یکسان نباشن، مثلا یکی منفی باشه یکی مثبت باشه، در این صورت حتما باید دو تا عدد از هم کم بکنیم. علامت عدد بزرگتر رو برای حاصل در نظر میگیریم. برای که تفریق دو تا عدد هم ابتدا میایم عمل تفریق رو انجام میدیم، بعد مشابه جمع دو عدد صحیح عمل میکنیم. خب برای که ضرب و تقسیم عددهای صحیح دقیقا شبیه ضرب و تقسیم عددهای معمولی عمل میکنیم. برای علامت هاشون هم نگاه میکنیم، اگه تعداد منفی ها زوج باشه علامت حاصل میشه مثبت، اما اگه تعداد منفی ها فرد باشه علامت حاصل میشه منفی. یه روش دیگه که میتونیم استفاده بکنیم ضرب علامت های منفی در منفی، مثبت، مثبت در مثبت، مثبت، منفی در مثبت، منفی، مثبت در منفی، منفی. و حالا میریم سراغ حل تمرین ها. خب سوال اول گفته حاصل عبارت های زیر رو حساب کنید. برای عبارت اول ما داریم منفی 6 به اضافه منفی 8. دو تا عدد منفی داریم که میخوایم اونها رو با هم جمع بکنیم.
وقتی که دو تا عدد هم علامت هستن، ما اینها رو باید با هم جمع بکنیم و علامت حاصل جمع میشه علامت یکی از اینا که حالا منفیه. به عنوان مثال در اینجا ما اگر بیایم هر دوی اینها رو، این علامت ها رو با هم در نظر بگیریم، مثل ضرب علامت ها مثبت در منفی الان اینجا میشه منفی. خب چیزی که داریم منفی 6 منهای 8. دو تا عدد داریم که علامت هاشون هر دو منفی هست. اینها باید با هم جمع بشن. میشه عدد 14 با علامت منفی. حالا اگر هر دوی اینها مثبت بودن هم ما همین کارو میکردیم. یعنی هر دو رو با هم جمع میکردیم و اینجا علامت مثبت میذاشتیم. عبارت دوم، یکی منفی یکی مثبت. وقتی که به این صورته، یعنی هم علامت نیستن، اینها باید از هم کم بشن که حاصل میشه عدد 11. خب برای علامت چه کار کنیم؟ برای علامت هم باید علامت عدد بزرگتر رو در نظر بگیریم. همونطور که میدونید 19 از 8 بزرگتره. پس علامت 19 که همون مثبته ما برای حاصل هم در نظرش میگیریم. خب برای عبارت بعدی، همونطور که گفتم وقتی که دو تا علامت پشت سر هم دارید و حالا بینشون یک پرانتز یا علامت ضرب هست، اینها رو میتونید با هم در نظر بگیرید. منفی در منفی میشه مثبت. خب حاصل میشه منفی 19 به اضافه 6. چیزی که الان داریم دو تا عدد هستن که علامت های مشابه ندارن، پس باید از هم کم بشن. خب حاصل اینجا میشه 13 با علامت عدد بزرگتر که همون منفی هستش. برای عبارت بعدی هم دقیقا به همین صورت عمل میکنیم. مثبت در منفی میشه منفی. ما منفی 6 رو داریم منهای 5. دقیقا مشابه عبارت اوله. دو تا عدد داریم هم علامت هستن. مهم نیست این علامت ها مثبت باشن یا منفی. وقتی هم علامت ها شما با هم جمعشون کنید، خب حاصل این میشه 11 با علامتی که اینا دارن، یعنی منفی. برای این عبارت بعدی که چند تا عدد پشت سر همه، شما میایید دوتا دوتا اینها رو در نظر میگیرید. یه روش دیگه هم هست که میتونید بیاید عدد منفی رو با هم در نظر بگیرید، مثبت ها رو با هم در نظر بگیرید، بعد بیاید حاصل رو حالا با هم جمع یا تفریق بکنید. من میام دوتا دوتا در نظر میگیرم. ببینید دوتای اول هم علامت نیستن، پس اینها باید از هم کم بشن با علامت عدد بزرگتر. الان مثبت 2 داریم و منفی 14. دوباره دو تا عدد داریم که هم علامت نیستن، پس از هم کم میشن، میشه 12 با علامت عدد بزرگتر. عدد بعدی این مثبت و این منفی، پس باید از هم کم بشن با علامت عدد بزرگتر. و در اینجا دو تا عدد مجدد، اینها هم علامت نیستن، از هم کم میشن با علامت عدد بزرگتر. خب سال دو گفته که قرینه ی عدد زیر رو مشخص بکنید. برای قرینه کردن یه عدد کافیه شما علامت اون عدد رو عوض بکنید. الان اینجا مثبت 8 میام و این رو علامتش رو عوض میکنم، میشه منفی 8. قرینه منفی 3 دوم، دقت کنید عدد هیچ تغییری نمیکنه. بعدن ما مبحث معکوس کردن عدد رو هم میخونیم. این رو میخوام با اون شما اشتباه نگیرید. اینجا منفیه، این میشه مثبت. پس قرینه فقط علامت عدد رو عوض میکنه. منفی 6 میشه مثبت 6. منفی رادیکال 5 همون رادیکال 5 و این بار مثبت. خب سال 3 گفته ضرب و تقسیم های زیر رو انجام بدید. ببینید برای ضرب اعداد علامت دار مشابه ضرب معمولی عمل میکنیم، یعنی اصلا فرق با اون نداره. خب اینجا میگیم 2 3 تا 6 تا 6 5 تا 3 تا. برای علامت چه کار کنیم؟ ببینید دو تا روش وجود داره. یکی اینه که بیاید از ضرب علامت هم استفاده بکنید. یه روش دیگه وقتی میبینید تعداد علامت های منفی، اگر تعدادشون فرد بود حاصل باید منفی بشه. ببینید منفی در منفی مثبت، مثبت در منفی
منفی. پس اگر تعداد علامت های منفی فرد بود، حاصل منفی میشه. برای دومی، 7 9 تا 63 تا علامت ها. ببینید تعداد علامت های منفی فرده، یعنی یکیه، یا میتونیم بگیم منفی در مثبت منفی. خب برای این عبارت 5 3 تا میشه 15 تا. تعداد علامت های منفی فرده، یعنی یه دونه است، یا میتونیم بگیم منفی در مثبت منفی. خب برای تقسیم دقیقا مشابه ضرب عمل میکنیم. تقسیم رو انجام میدیم. 48 تقسیم بر 12 میشه 4. منفی در منفی مثبت. یا اینکه میتونیم بگیم تعداد علامت های منفی زوجه، پس حاصل باید مثبت باشه. منفی 36 تقسیم بر 4 میشه 9. منفی در مثبت منفی، یعنی که تعداد علامت های منفی فرده، پس حاصل هم باید منفی باشه. ما کاری به تعداد علامت های مثبت نداریم، فقط باید علامت های منفی رو در نظر بگیریم، تعداد اونها رو باید بشماریم. و حالا اگر فرد بود، حاصل منفی میشه، اگر زوج بود، حاصل مثبت میشه. خب بحث بعدی ترتیب انجام عملیات هستش. اول پرانتز رو ما باید در نظر بگیریم و در بین پرانتز ها باید داخلی ترین پرانتز رو در نظر بگیریم. مرحله بعدی باید توان رو در نظر بگیریم، بعد ضرب و تقسیم. دقت بکنید اگر در داخل یه عبارتی ما هم ضرب داشتیم هم تقسیم، اولویت خاصی نسبت به هم ندارن و میتونیم هر کدوم از اونها رو انجام بدیم. البته دقت کنید چون ما ریاضی رو از سمت چپ به راست انجام میدیم، اگر در سمت چپ اول ضرب رو دیدیم، خب اول ضرب رو انجام میدیم بعد میریم سراغ تقسیم، یا برعکسش. بعد هم جمع و تفریق دقیقا مشابه ضرب و تقسیم، این هم اولویتی نسبت به هم ندارن و طبق ترتیب عملیات باید اونها رو اجرا بکنیم. خب گفته حاصل عبارت های زیر رو حساب کنید. اینجا گفتیم اول میریم سراغ پرانتز و داخلی ترین پرانتز. اگه دقت بکنید ما اینجا 2 تا پرانتز داریم و داخلی ترین پرانتزمون اینه. خب میریم سراغ داخلی ترین پرانتز و کلان عبارت های دیگر رو ما در نظر نمیگیریم. خب در داخلی ترین پرانتز ما توان رو داریم. خب ابتدا توان رو انجام میدیم. گفتیم ببینید اینجا 2 تا توان داریم. اینجا اولویتی نسبت به هم ندارن که کدومشون رو اول انجام بدیم. 4 به توان 3 رو انجام میدیم. 6 64. 2 به توان 2 هم انجام میدیم میشه 4. بین اینا تقسیم و به اضافه 3. خب الان اینجا 2 تا عملگر داریم، یکی تقسیمه و یکی جمعه. بین اینها اولویت با تقسیمه. اگر دقت بکنید اول ضرب و تقسیم رو داریم بعد جمع و تفریق. 64 اگر تقسیم برای 4 بکنیم حاصل میشه 16. خب 16 رو با 3 جمع میکنیم میشه 19. پس ببینید داخلی ترین پرانتز حاصل شد 19. حالا میایم بیرون. ما اینجا یک عملگر منها داریم و در این قسمت یک عملگر ضرب داریم. دقت بکنید بین 2 و 19 که در داخل پرانتز قرار گرفته علامت ضرب وجود داره. پس اولویت با ضربه. اول ضرب انجام میدیم. 2 رو در 19 که ضرب بکنیم میشه 38. حالا عملگر منها رو اعمال میکنیم. 3 منهای 38. دقت کنید هر عددی که علامت نداره علامت اون مثبته. خب یه عدد مثبت داریم و یه عدد منفی. اینجا منفی 38 رو داریم. یه عدد مثبت، یه عدد منفی. اینها باید از هم کم بشن.
خب حاصل این پرانتز ما، من یه بار دیگر عبارت رو می نویسم، به این صورت تبدیل میشه. خب حالا میایم اینجا. ببینید اینجا یه عملگر منها داریم، بین اینها یه عملگر ضرب داریم. ابتدا باید ضرب انجام بدیم و بعد منها رو انجام میدیم. 5 رو در 35 ضرب میکنیم. خب حاصل این میشه 175. عبارت کلیمون شد 5 منهای 175. اگر اینها رو از هم کم بکنیم، چون یه عدد مثبت داریم و یه عدد منفی، پس باید از هم کم بشن. حاصل میشه 170 با علامت عدد بزرگتر. خب عبارت بعدی گفتیم ابتدا میریم سراغ پرانتز. در داخل پرانتز ما توان رو داریم، ضرب رو داریم، تفریق و تقسیم رو داریم. اولویت با توانه. خب اول توان رو انجام میدیم. 6 به توان 2 میشه 36. 2 به توان 3 میشه 8. بعد از اون میریم سراغ ضرب، چون گفتیم که از سمت چپ میایم و اینها رو ترتیبشون رو انجام میدیم. اگه دقت کنید ما یه ضرب داریم و یه تقسیم که اینها هر دو هم اولویت هستن و ترتیبشون به این صورته که ما چون ریاضی رو داریم از سمت چپ به راست می‌نویسیم، از سمت چپ به هر عملگری برخورد کردیم اون رو ابتدا اعمال می‌کنیم. 36 رو در 2 ضرب می‌کنیم به 72. بعد از اون 8 رو بر 2 تقسیم می‌کنیم میشه 4. بین اینها چه علامتی هست؟ علامت منها. ببینید این مثبته و این منفیه. 72 رو منهای 4 میکنیم. من یه بار دیگه عبارت رو مینویسم که ساده تر بشه. به این صورت 72 رو اگر منهای 4 کنیم جواب میشه 68 با علامت عدد بزرگتر. خب بین اینها علامت ضرب داریم. اول باید ضرب انجام بدیم و بعد منها. خب من ضرب انجام میدم، حاصل به این صورت در میاد. یه عدد مثبت داریم، یه عدد منفی، از هم کم میکنیم و علامت عدد بزرگتر. خب سوال گفته کدام عدد طبیعی نیست؟ عدد طبیعی اعدادی هستن که از یک شروع میشن، 1، 2، 3 تا الی آخر. آخرین عدد طبیعی مشخص نیست، ولی کوچکترین عدد طبیعی 1ه. پس بزرگترین عدد طبیعی مشخص نیست، اما کوچکترین اونها 1ه. و اینکه ببینید اگر دقت بکنید عدد طبیعی شامل 0 نیست. پس 0 یه عدد طبیعی نیست. سوال بعدی گفته کدام عدد مشخص نیست؟ کوچکترین عدد صحیح منفی. خب اول باید بگیم عدد صحیح کلاً چیه؟ عدد صحیح شامل اعداد منفی 0 و اعداد مثبت. کوچکترین عدد صحیح منفی. دقت بکنید در محدوده اعداد منفی هر چقدر اون عدد منفی به 0 نزدیکتر باشه اون عدد بزرگتره. یعنی چی؟ یعنی اینکه منفی 1 از منفی 100 بزرگتره. این برای عدد منفی اینطوریه. برای عدد مثبت همونطور که میدونید 1 از 100 کوچکتره. اینجا کوچکترین عدد صحیح منفی رو خواسته. کوچکترین یعنی اینکه بریم به سمت بی‌نهایت منفی. و همینطور که دقت میکنید کوچکترین عدد صحیح منفی هنوز مشخص نشده. بزرگترین عدد صحیح منفی. بزرگترین عدد صحیح منفی منفی 1 چون به 0 نزدیکتره. پس میشه بزرگترین عدد صحیح منفی همون منفی 1. پس گزینه درست همون گزینه الفه. حاصل عبارت زیر کدام است؟ خب این هم اولویت
عملگرها رو داره به ما نشون میده. ما اول داخلی ترین پرانتز رو انجام میدیم. یکی مثبت، یکی منفی. از هم کم میکنیم، میشه صفر. بعد علامت ضرب رو انجام میدیم. 5 صفر تا صفر تا. پس کلن حاصل این قسمت شد صفر. 5 منهای صفر هم میشه 5. پس جواب گزینه 2 هستش. دقت بکنید، اگر ما اولویت ها رو در نظر نگیریم و بیایم اول این قسمت رو انجام بدیم، 5 منهای 5 میشه 0 و 0 در هر عدد ضرب بشه حاصل 0 بشه. پس به اولویت ها باید دقت بکنید. سال بعدی گفته قرینه که هر عدد رو بنویسید. خب برای قرینه نوشتن باید علامت عدد رو عوض کنیم. قبل از اون ما باید بفهمیم که این عددی که اینجا داریم علامتش چیه. برای که علامت این رو تعیین بکنیم، دقت کنید که اینا تعداد علامت های منفی فرد هستش. چون تعداد علامت های منفی فرده، پس حاصل و علامت کلی منفی خواهد بود. خب روش دیگه هم که داشتیم اون بود که اینها رو با هم در نظر بگیریم. مثبت در منفی منفی، منفی در منفی میشد مثبت، منفی در مثبت هم منفی. ببینید اینجا ما منفی 8 رو داریم. حالا میخواییم قرینش رو بنویسیم. قرینش میشه مثبت 8. پس اول این رو تکلیفش رو از نظر علامت مشخص میکنیم، بعد اون رو قرینه میکنیم. برای این هم ببینید تعداد علامت های منفی رو میشماریم. 1, 2, 3, 4, 5. 5 عدد فرده. حاصل این میشه منفی 3. قرینش رو بخواییم انجام بدیم میشه مثبت 3. برای بعدی هم به همین صورت. ما با علامت‌های مثبت کاری نداریم، فقط تعداد علامت‌های منفی رو باید بشماریم. 1, 2, 3, 4. 4 یه عدد زوجه، پس این حاصلش میشه مثبت 2 و قرینش میشه منفی 2. حال بعدی، حاصل عبارت‌های زیرا با استفاده از ترتیب انجام عملیات حساب بکنیم. خب برای انجام عملیات اول سراغ پرانتزا میریم. ببینید این پرانتز فقط یه عدد رو داره، پس نیازی به محاسبه نداره، ولی برای این باید محاسبه انجام بدیم. 3 منهای 3 که میشه 0. حالا دو تا علامت ضرب داریم، یکی اینجا که نوشته نشده و یکی اینجا. هر دوتا رو میتونیم انجام بدیم، اما همونطور که گفتم ترتیب عملیات بر اساس اولویتشون از سمت چپ به راست خواهد بود. خب 2 ضرب در 0 که میشه 0. 0 ضرب در منفی 7 0. در نهایت ما داریم 2 منهای 0 که جواب همون 2 هستش. برای بعدی، اگر از چپ به راست به این عبارتمون نگاه کنیم، عملگر منفی رو داریم، مثبت، ضرب، تقسیم و منفی. که گفتیم ضرب و تقسیم با هم اولویتشون یکسانه، میتونیم هر کدوم رو انجام بدیم، ولی خب چون داریم از سمت چپ به راست نگاه میکنیم، اول ضرب رو میبینیم. پس اول ضرب رو انجام میدیم. 4 اشتا میشه 32 تا. بعد تقسیم رو انجام میدیم. 32 تقسیم بر 2. حاصل این میشه 16. علامت 16 چیه؟ ببینید علامت 32 مثبته. علامت 2 منفیه. مثبت در منفی میشه منفی. چیزی که نهایتاً داریم منفی 6 منهای 16 هستش. خب هر دو هم علامت هستن، پس باید اینها رو با هم جمع بکنیم. 16 با 6 جواب میشه 22 با علامت منفی.